بینندگان و همراهان گرامی، امیدواریم در این روزهای سخت کرونایی، معیشتی و سراسر بی عدالتی و نابرابری و دور از مشکلات سالم و تندرست باشید. مطابق معمول امروز شنبه 12 تیر ماه 1400 برابر با 3 جولای 2021 خبر و گزارش کنش‌های اعتراضی را به اطلاع شما عزیزان می‌رسانیم. روز یک شنبه 6 تیر شماری از کارگران بازنشسته با تجمع در مقابل ساختمان تأمین اجتماعی استان خوزستان خواستار رسیدگی به مطالبات خود شدند. جمعی از بازنشستگان هواپیمایی هما در اعتراض به وضعیت بد معیشتی، عدم افزایش حقوق و عدم تحقق دیگر مطالباتشان مقابل ساختمان این شرکت در تهران دست به تجمع اعتراضی زدند. کارگران شرکت گاما نیز به اعتصاب سراسری کارگران نفت کشور پیوستند. کارگران پیمانکاری پالایشگاه‌ها، پتروشیمی‌ها، نیروگاه‌ها با خواست افزایش دستمزد و تغییر نوبت مرخصی دست به اعتصاب سراسری زدند. شماری از بازنشستگان هواپیمای هما برای اعتراض به وضعیت معیشتی، افزایش نیافتن حقوق و سایر مطالبات خود در مقابل دفتر شرکت هما تجمع کردند. شماری از بازنشستگان و مستمری بگیران صندوق بازنشستگی فولاد در استانهای اصفهان و خوزستان با تجمع در مقابل ساختمان کانونهای بازنشستگی مرکز استان خود خواستار رسیدگی به مطالبات صنفی خود شدند. روز یکشنبه 6 تیر گروهی از حوالداران شرکت صنعت خودرو آذربایجان آزویکو در اعتراض به عدم تحویل خودروهای پیش خرید شده به مشتریان در مقابل ساختمان دادسرای جرایم اقتصادی واقع در خیام شمالی تهران دست به تجمع اعتراضی زدند. روز دوشنبه 7 تیر شماری از کشاورزان اصفهان در مقابل شرکت آب منطقه این شهر تجمع کردند. تجمع این کشاورزان در اعتراض به عدم تخصیص حق حابس صورت گرفته است. گروهی از معلمان کارنامه سبز در اعتراض به بلا تکلیفی وضعیت استخدامیشان در مقابل ساختمان وزارت و آموزش واقع در تهران دست به تجمع اعتراضی زده اند. شماری از کارگران ابنیه فنی راهن آذربایجان شرقی در مقابل ساختمان راهن آذربایجان واقع در ضلع شمالی استگای تبریز دست به تجمع اعتراضی زدند. تجمع این کارگران در حمایت از همکار اخراجی خود صورت گرفته است. در ادامه اعتراضات سراسری کارگران پالایشگاه‌های نفت با پارک کردن کامیون‌های خود دست به اعتصاب زده و به کمپین 20400 پیوستند. افزایش دستمزد و امکان بهره‌مندی از 10 روز مرخصی در ازای 20 روز کار و فعالیت از جمله خواسته این کارگران است که در پی عدم تحقق آنها دست به اعتصاب سراسری زده اند. روز دوشنبه 7 تیر جمعی از حوالداران خودروی ام جی در مقابل دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی در تهران تجمع کردند. ده ها سندیکا و اتحادیه صنفی و گروهی از فعالین سیاسی و مدنی از طیف‌های مختلف از اعتصابات کارگران روزمزد و پیمانی نفت صنعت نفت ایران حمایت کردند. اتحادیه کارگران صنعت نفت عراق هم از آنها حمایت کرده. هزاران کارگر نفت و پتروشیمی از هفته گذشته در اعتراض به دستمزد پایین و شرایط نامطلوب کاری خود اعتصاب کردند. بعضی از تجمعات روز 8 تیر ماه، تجمع اعتراضی کارگران راهن آذربایجان شرقی. کارگران پیمانکاری پالایشگاه پتروشیمی ها و نیروگاه ها با خواست افزایش دستمزد و تغییر نوبت مرخصی دست به اعتصاب زده اند. جمعی از خدمتگزاران و سرایداران مدارس مشهد در اعتراض به عدم رسیدگی به مشکلاتشان مقابل آموزش و پرورش تجمع کردند. اعتراض پزشکان جوان و رزیدنت ها در برابر سازمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی مشهد. اعتراض استادان دانشگاه آزاد به دریافت دستمزدهای زیر خط فقر. تجمع اعتراضی پزشکان و دانشجویان پزشکی در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان. این تنها تعدادی از اعتراضات اجتماعی است که هر روز
در سراسر ایران شاهد برگزاری آنها هستیم. مردم از شدت فقر و بیعدالتی و نابرابری در ایران به تنگ آمدند. این رژیم در هیچ شرایطی جوابگوی کوچکترین مطالبات این مردم نیست. تحسن کارنامه سرسا برای سومین روز متوالی در اعتراض به عدم استخدام در مقابل وزارت آموزش و پرورش. تجمع جمعی از اساتید دانشگاه های آزاد در اعتراض به دستمزد زیر خط فقر در مقابل مجلس. روز چهارشنبه 9 تیر گروهی از بازنشستگان شرکت واحد اتوبوسرانی در مقابل اداره مرکزی شرکت واحد اتوبوسرانی تهران تجمع اعتراضی برپا کردند. بازنشستگان معترض از دلایل برگزاری این تجمع را عدم پرداخت کامل حق سنوات و همچنین حق بیمه مربوط به کارهای سخت و زیانآور عنوان کردند. متاسفانه در دوران کرونا تعداد زیادی از رانندگان شرکت واحد و تاکسی رانهای تهران به علت عدم رسیدگی به وضعیت ایمنی آنها جان خود را از دست دادند، اما رژیم همچنان در مقابل این شرایط سخت هم معیشتی و هم امنیت جانی بی تفاوت و جوابگو نیست. در اعتراض به عدم پرداخت کارمزد کامیونداران، جاده منتهی به شرکت نفت دهلوران را مسدود کردند. اعتراضات و اعتصابات پنجشنبه 10 تیر ماه در حالی که اعتصاب هزاران نفر از کارگران پیمانکاری در بیش از 70 واحد صنعت نفت 12 روز خود را سپری کرد، در گوشه و کنار کشور اعتراضات دیگری نیست و وقوع پیوست. تجمع کارگران خدماتی آموزش و پرورش خمینی شهر در اعتراض به حقوق پایین خود در مقابل اداره آموزش و پرورش این شهر. تجمع مردم شهرک اغلی تبریز در اعتراض به قطعی و شوری آب آشامیدنی. اعتصاب رانندگان استیجاری آمبولانس‌های ویژه حمل جنازه واحد رحمت و بسته به سازمان آرامستان‌های شهرداری تبریز در اعتراض به تأخیر در پرداخت حقوق در مسیر چای کنار این شهر. دومین روز تحسن شبانه روزی کارنامه سبزهای سراسر کشور در اعتراض به عدم استخدام در مقابل وزارت آموزش و پرورش. همچنین در روز گذشته کارکنان قراردادی مدت معین هیلدینگ خلیج فارس بندر ماشه در اعتراض به عدم اجرای قوانین مصوب برای بهبود معیشت و حقوق خود در مقابل سایت منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی دست به تجمع زدند. نزدیک به 10 سال واگذاری شرکت های پتروشیمی به هیلدینگ خلیج فارس میگذرد و با وجود مصوبات نظیر همسان سازی و طرح طبقه بندی مشاغل هیچ کدام از این مصوبات به مرحله اجرا نرسیده. امروز شنبه 12 تیر شماری از کارنامه سبزها در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالباتشان در مقابل ساختمان وزارت آموزش و پرورش دست به تجمع اعتراضی زدند. کارنامه سبزها نفر اول تا سوم پذیرفته شده آزمون استخدامی ماده 28 هستند که به گفته این شهروندان آموزش و پرورش علی‌رغم کمبود نیروی شدید از دست به آنها سرباز زده و همچنان از نیروهای بازنشسته استفاده می کند، چرا که نیروهای بازنشسته با 3-4 برابر کمتر از این نیروی تازه نفس کار می کند. روز شنبه 12 تیر ماه جمعی از فعالان محیط زیست خوزستان در مقابل ساختمان سازمان آب و برق هندوستان تجمع اعتراضی برپا کردند. کارگران بخش دفع آفات شرکت نیشکر هفتپه در اعتراض به عدم تمدید قراردادهایشان در محوطه شرکت تجمع کردند. آنها امروز 7 روز تجمع اعتراضی خود را برگزار کردند. تجمع کارگران اخراجی لوله‌سازی مقابل استانداری خوزستان. تجمع راهپیمای کارگران شهرداری خرمشهر در اعتراض به پرداخت نشدن 6 ماه حقوق و 10 ماه حق بیمه. کارگران ترابری شرکت بهره‌برداری نفت و گاز زاکروز جنوبی در اعتراض به پایمال شدن حقوق خود در برابر این شرکت تجمع کردند. تجمع اعتراضی کارگران کاوه فلوت ساوه روز شنبه 12 تیر ماه 1400. جمعی از کارگران کاوه فلوت ساوه در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالباتشان در مقابل ساختمان اداره این شهرستان در به دست به تجمع اعتراضی زدند.
این اعتراضات، این تجمعات، این خواسته و مطالبات سال هاست بر بستر خیابان در محل کار و زیست ادامه دارد. کارگران تا چندی پیش به صورت انفرادی و در بخشای مختلف به صورت جداگانه اعتراض می کردند. خوشبختانه امروز با به صحنه آمدن کارگران نفت، پتروشیمی، گاز و همچنین نیروگاه ها زمینه مساعد شده است تا این خیلی عظیم نیروی کار، این ستم دیدگان، این محرومان، این استثمار شدگان، این بخشی که به عنوان بردگان مزدی با کمترین هزینه روزگار رسپری می کنند در سطح بسیار وسیعی وارد عرصه مبارزه مطالباتی شدند. ده هزار نفر امروز در عرصه مبارزه خواهان مطالبات خود هستند. رژیم بسیار تلاش می کند و تلاش کرده است در میان اینها تفرقه ایجاد بکند. شوراهای اسلامی کار مزدور را در میان اینها به میان اینها ببرد و به عنوان نهاد تشکل به اونها تحمیل بکند. اما خوشبختانه کارگران آگاه و هوشیار هستند و تا به حال نپذیرفتند و علیه این نهادهای امنیتی معترض هستند. این کارگران خواهان این هستند که باید تشکلات مستقل به خاص اراده آنها و بدون هیچ گونه دخالت و تصرف دولت و کارفرما در مرکز کار و تولید ایجاد بشود و تنها از این طریق است کارگران می توانند مطالبات خود را به رژیم و کارفرما تحمیل بکنند. هر چه پایدارتر و گسترده‌تر باد اتحاد و همبستگی کارگران برای رسیدن به خواسته و مطالباتشان. کارگران، محرومان، ستم دیدگان، تمام اقشار مردم در یک حرکت اجتماعی سراسری می توانند به تمام خواسته و مطالباتی که سالیان دراز از برای مبارزه می کنند برسند، وگرنه به صورت فردی، به صورت صنفی و تک تک اینها به مطالباتشان نخواهند رسید و رژیم براحتی مطالبات آنها را سرکوب خواهد کرد. بینندگان و شنوندگان عزیز، بسیار سپاسگزارم که در این بخش خبری همراه ما بودید. تا برنامه دیگر، شادی و کامیابی شما آرزوی همیشگی و دیرینه ماست.